بینندگان گرامی، اخبار امروز را با مصاحبه سیمای آزادی با پهلوان مسلم اسکندر فیلابی، مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران، به مناسبت سالگرد شهادت جهان پهلوان تختی ادامه می دهیم. با درود به تمام هممیهنان عزیزم، در سالروز پرواز جهان پهلوان تختی یادی از اون پهلوان میکنیم و اینکه چه سنتی رو در جای گذاشت. هممیهنان عزیز، شما به خوبی میدونید پهلوانی یعنی یار مظلوم و دشمن ظالم بودن، که جهان پهلوان تختی به حق چنین پهلوانی بود. پهلوان متعلق به مردم ایران بود، عاشق مردم ایران بود، برای مردم ایران کشتی گرفت، برای مردم ایران زندگی کرد و حیثیت فرهنگ پهلوانی ایران رو حفظ کرد. برای سیر کردن شکمش و مبلغی پول و ثروت، کرنش هیچ دیکتاتوری رو نکرد. جان پهلوان تختی کسی بود که واقعا در کوچه و بازار عشق می‌ورزید به مردم مظلوم ایران و به تمامی تک تک ایرانی ها. من بارها گفتم، باز تکرار میکنم، چون هر وقت این قضیه رو عنوان میکرد اشک از چشماش میامد. در بوی زهرا وقتی میگفت من پول جمع کردن برای زلزله بوی زهرا در قزوین، همه اون همه پولی که دادن یک طرف، یک کمکی اون مادر یک جای دیگه بود. اون مادر چی بود؟ مادری میاد ببینه جهان پهلوان تختی در خیابونها داره برای زلزله بوی زهرا پول جمع میکنه، جلوش میگیره یه پهلوان بزن منم یک کمکی بکنم. دست به کیفش میبره، جیبش میبره، هیچی نداشته که به جهان پهلوان تختی بده. یه پهلوان من نمیدونستم که شما اینجا هیچی چیزی ما خودم دارم. چادرش از سرش برمیداره، تا میکنه، میده به جهان پهلوان تختی. واقعا هم خودش گریه میکرد و هر وقت من احساس تعریف میکنم نمیتونم خودم رو تحمل کنم. میگه اینم کمک منه. جهان پهلوان تختی میگفت که تمام کمک های یک طرف اون مادر، کمکش یک طرف دیگه بود، چون حجابش رو داد به من، چادرش رو داد به من، ببرم بدم به یک بانوی ایرانی که در زلزله آسیب دیده است. این عشق مردم به تختی بود، چون تختی برای مردم زندگی کرد، گفتم برای مردم هم سعادت است. جهان پهلوان تختی اگر در این موقعیت بود و هر کس که دم از تختی میزنه در حال حاضر باید همون راهی رو بره که جهان پهلوان تختی رفت. وقتی مردم ما 35 ساله به گروگان گرفته شدن، وقتی به ناموس ما بی حرمتی میشه، به فرهنگ ما بی حرمتی میشه، تاریخ ورزش ما را دگرگون کردن، جوان مردی را از بین بردن، اگر جهان پهلوان تختی بود واقعا یکی از اعضای شورای ملی مقاومت بود. من سالها گفتم و تکرارش، چرا این شورای ملی مقاومت از مردم ایران دفاع میکنه، از فرهنگ ایران دفاع میکنه، میخواد قدرت ناشی از رأی مردم بشه، میخواد اعتقاد و یا عدم اعتقاد به مذاهب در ایران آزاد باشه و هیچ کس رو به خاطر داشتن اعتقاد و یا عدم اعتقاد به دین و مذهبی مورد سوال قرار ندهند. جهان پهلوان اگر بود اینجا بود. من روی سخنم به تمام ورزشکارانه، تمام ایرانیانی که به عشق می‌ورزن به جهان پهلوان تختی، باید مثل جهان پهلوان تختی قد مردم ایران رو حفظ کنید. ببینید چه بلایی به سر مردم ایران آمده و چه بلایی به فرهنگ ایران آمده و چه بلایی به اقتصاد ایران آمده. اگر تختی بود کوتاه نمی آمد. ورزشکاران، ورزش دوستان، هم میهنان عزیز، اگر واقعا پهلوان تختی رو دوست دارید، مثل پهلوان تختی هم عمل کنید.
وقتی همه ما یکی بشیم مطمئن باشید مملکت ما سرفراز خواهد بود. الان مملکت ما اون سرفرازی رو با این آخوندها از دست داده. من معتقدم، بازم تکرار میکنم، اگر جهان پهلوان تختی بود هیچگاه کوتاه نمی آمد در برابر این ظالم ها و یار این مظلوم هایی هستن که کلیه می فروشن، بچه هاشون رو می فروشن که بتونن زندگیشون رو داره کنن. باور کنید اگر جهان پهلوان تختی بود و می شدید مبارزینش رو در کمپ اشرف 52 نفر رو مظلومانه به شهادت رسیدن، طاقت نمی آورد و از شما مردم ایران میخواد قیام کنید. قیام کنید، نذارید این دولت خائن به ایران ایرانی یا جشن بگیره که هموطن ما رو و سرداران مبارزه ما رو در خارج از ایران به شهادت رسندن، اون هم بی سلاح و با دستهای بسته. هموطن، ایران خواهی و وطن پرستی، بیهم پرستی و مردم دوستی نیست در اتاقها بشینید بگید ما ایرانی هستیم وطن پرستیم. در عمل هست. الان 3000 نفر از هموطنان شما رو در کمپ لیبرتی واقعا بدتر از زندانه، واقعا بدتر از زندان اونجا. اینها سرداران شما هستن، از جمهوری شد از خانواده شون گذشتن که شما رو آزاد کنن و حالا شما ساکت ننشینید. واقعا جهان پهلوان تختی بود حتما ساکت نمیشد. اگر اون الگوی شما هست همون راه رو برید و ما در این سال روز جهان پهلوان تختی ارزش های تختی رو عنوان میکنید. ارزش های تختی اینها بودن. ارزش های تختی این بود که مظلومیت دکتر مصدق رو ساکت نشه. رهبر ملی ایران وقتی که خانه نشین شد ایشون پشت سر ایشون تو کوه ایستاده بود، فکر منافع شخصیش نبود. و الان هم شما اگر مبارزین رو دفاع نکنید پس چه بی هم درستی هست؟ چطور تختی رو دوست دارید؟ از چه چیز تختی خوشتون میاد؟ ورزشکارا، اونهایی که صدای من رو میشنوید، در فردای آزادی ایران ماها هممون پاسخگو باید باشیم به مردم ایران که در این زمان که این همه بی‌حرمتی به مملکت ما شد و ما ایلغار خمینی حمله کرد به ما، بدتر از ایلغار مغول هر بلایی به سر ما آورد، ما چه کردیم در برابر این حکام ظالم قاصب؟ ما چه عملی انجام دادیم؟ من خواهشم از تمام مردم ایران هست که الگوشون جهان پهلوان تختی نگاه کنن و در اون مسیر راه برن و مردمشون کمک کنن تا وطن ما آزاد بشه.